تئاتر یه هنر یگانه است. چی گفتن مهم نیست، چگونه گفتن مهم. اگرم قسم به ظاهر تاریخیه، هیچ وقت اسیرات تئاتری خودم رو دخیل در تجربه صحنه‌ای خودم تماشاگر تخیل داره، شخصیت داره، مغزم پر از قصه است. چرا من باید همه چیز رو بنویسم؟ حرف تازه ای نداریم. تاریخ برای من هیچ ارزشی نداره جز اینکه چراغ راه شکل آینده چیز باشه. جدا نیست و محتوای چیز دیگر. تئاتر برای دیدن است، نه برای شنیدن. تئاتر دماسنج جامعه است. سلام، من میخوام با شما راجع به کارگردانی تئاتر و مهمترین هنر او یعنی میزانسن صحبت کنم. صحبت از میزانسن پیش میاد، خود به خود عوامل تشکیل دهنده ی هنر میزانسن هم باید ازشون نام برده بشه. این عوامل عبارتن از رابطه کارگردان با متن نمایشی، رابطه کارگردان با بازیگر، با طراحی صحنه و رابطه کارگردان با عامل بسیار مهمی که همه چیز به خاطر اوست، یعنی تماشاگر. این عوامل تاریخ تئاتر محسوب نمیشند، زندگی تئاتر به حساب میان و این زندگی رو من در طول نزدیک به 60 سال باهاشون سر و کله زدم. بخش عمدش رو در خارج از کشور و بخش دیگرش رو در کشور خودم ایران. من در طول 60 سالی که بخش عمدش در کشور فرانسه در پست‌های مختلف تئاتری، از شاگردی، پادویی، دستیاری سوم، دستیاری دوم و بالاخره دستیاری اول کسب کردم، از رفتن بی دریغ به تئاترهایی که دوست داشتم اونها را نه یک بار بلکه چند بار ببینم به دست آوردم. میکنم تنها حرفی که دلتون میخواد بشنوید راجب خونه است. نه من حرفمو بزنم. اصلا نگران نباشید، من اینجا در اسرع وقت تخلیه میکنم، اینجا ملک شماست. من نمیفهمم این چه زندگیه این دکتر داره ها؟ خودش اینجا تک و تنها، زن و بچهش اون سر دنیا. خانم کمک نمیخواید؟ دست درد نکن آقا یوسف. کاری با من نداری؟ نه دیگه، حتما هفته دیگه بیا. به دخترت هم سلام برسون. دلم میخواد حال دکتر جا بیارم. من سعی میکنم با تکیه به تجارب شخصی خودم، آنچه رو که زندگی کردم، کار کردم، با اتکای به دستاوردهایی که شخصا داشتم براتون توضیح بدم. تئاتر دو تا زبان داره، یکی زبان گفتاری است، یکی زبان حرکته. تنها ابزار حرفه‌ای بازیگر خود بازیگره. بداهه‌سازی اجازه میده به بازیگر بداهه‌ساز تا تمام استعدادهای پنهان خودش رو خودش در وهله اول کشف کنه و بعداً دیگران. بدون گروه بداهه‌سازی ممکن نیست. گروه حاصل جمعی تعداد بازیگر با هم دیگه نیست. من
از تمام کسانی که دارند کار تئاتر میکنند تقاضام اینه که تا میتونند تمام انرژی و امیدهاشون رو بگذارن توی شکل دادن یه گروه. اگر قراره 4 ماه یه نمایش رو تمرین بکنم، 2 ماه اول هیچ نقشی رو به کسی اعلام نمی کنم. حالا بدون دونالبا چجوری زندگی کنید؟ اون تنها امیدمون بود. دارم این بره رو میبرم بکشم، یه کباب حسابی بهش برسونم. آیا باید نقش رو بازی بکنه بازیگر یا نمایش نامه رو بازی کنه؟ یه فضا خلق میکنیم هرچه ممکنه مینیمالیست. بازیگره که تصویر میسازه، دریا رو ببین، این فضا سازی بی انتها میکنه عرصه بازی بازیگر رو. طراح صحنه معمار رویاهای ماست. طراحی صحنه یه هنر مستقل و جدا که یک طراح صحنه بشینه طراحی بکنه و بعدم بسته به یه مبل بیان بذارنش روی صحنه، که اون طراحی صحنه نیست. طراحی صحنه خودش نقد میکنه، خودش حرف میزنه. تئاتر به مثابه یک ضرورت اجتناب ناپذیر، یک ضرورت فرهنگی هنری اجتناب ناپذیر برای جامعه باید تلقی بشه. تئاتر یه مدیوم فرهنگی بی نظیره. اگر نتونم نبض جامعه امروز دستم باشه، اگر من بتونم به اندازه حتی یه سر سوزنم شده تأثیر بگذارم، من ترجیح میدم از سنگر حرفه خودم هر حرفی دارم بزنم. من علی رفیعی هستم و این یک صفحه نو درباره هنر کارگردانی تئاتر است.